افسوس نامه جوانی طی شد، وین بهار زندگانی دی شد. حالی که برانام جوانی گفتند، معلوم نشد کی آمد و کی شد. نصرت الله وحدت هم رفت. تبریک به جمهوری اسلامی، تبریک به حکومت جمهوری اسلامی، چرا که هر روز شاهد پرپر شدن گلهایی است از فرهنگ و هنر مملکتی که کسانی که زحمت کشیدند و پایه‌های و ستون‌های فرهنگ و هنر ایران رو محکم کردند. اما 40 سال آنها را در خانه نشستند و نگذاشتند که نگاهی به کارها، به هنرها، به استعدادها، به تجربیات اونها ما مردم داشته باشیم. تبریک. اما برای ملت ایران تبریک نیست. همانطور که میبینید هر کدام از این گلها که پرپر میشند، ملت ایران عزیزترین و نزدیکترین عضو خانوادهشون رو احساس میکنند که از دست دادند و این بالاترین دهنکجی است که یک ملت به حکومتش میتونه بکنه. درسته که نذاشتید 40 سال و اندی هنرمندان ما به روی صحنه و یا جلوی دوربین و یا در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر بشند و یا در رادیو صدای آرام کننده و پر امیدشون رو بشنویم، اما همه اینها میشه یک کارنامه ننگینی برای حکومت جمهوری اسلامی، چون تاریخ نویسان حتما نظر خواهند داد. بله، نصرت الله وحدت هم رفت، یکی از بزرگان سینما و تئاتر ایران، کسی که توانست در تئاتر و سپس در سینما نقش بسیار مهمی پیدا کنه. من از قبل از اینکه به دنیا بیام، پدر من به اقتضای کاری که داشت، فیلمبردار، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های سینما ایران بود. بعد از چند سالی که نصرت الله وحدت در اصفهان به هنر تئاتر می‌پردازه، که اون هم داستان دیگری است، استاد علی محمد رجایی جزء کسانی بود که سمت استادی به نصرت الله وحدت و رضا ارحام صدر داشت. به دعوت او، وحدت و ارحام صدر به تئاتر راه پیدا می کنند و همین هم باعث میشه که نصرت الله وحدت آشنایی پیدا کنه با دختران علی محمد رجایی، سرور و فروغ رجایی، به طوری که در تئاتر با هم همبازی میشن و نصرت الله وحدت با فروغ رجایی عهد و پیمان همیشگی میبنده که تا آخرین لحظات و تا آخرین قطره وجودی که فروغ رجایی داشت در کنار وحدت بود و با رفتن او چند ماه قبل، نصرت الله وحدت هم دیگر علاقه ای به ادامه زندگی پیدا نکرد و به او پیوست. نصرت الله وحدت و ارحام صدر در تئاتر اصفهان گل می کنند. ارحام صدر در اصفهان می مونه و وحدت به دعوت تنچنی چون پدر من به سینمای ایران راه پیدا می کنه. اولین فیلم سینمایی که نصرت الله وحدت بازی کرد فیلم خورشید می‌درخشد بود که در اون فیلم پدر من تهیه کننده، جزء یکی از تهیه کنندگان و مدیر فیلم برداری و مدیر فنی اون فیلم بود و کارگردان اون فیلم سردار ساگر، یک کارگردان هندی بود که در اون زمان از هندوستان به ایران آمده بود و به دلیل اینکه به زبان فارسی آشنایی پیدا کرده بود و تحصیلات سینمایی داشت و هنر سینما در هند
پیشرفته تر از سینما ایران بود، توانست به کارگردانی چندین و چند فیلم بپردازه و به دعوت پدر من نصرت الله وحدت در فیلم خورشید می‌درخشد ایفای نقش پیدا می‌کنه. جالب اینجاست که از اولین فیلمی که نصرت الله وحدت بازی کرد که در اون تیتراژ اون فیلم خورشید می‌درخشد نوشته شده که دیالوگ سردار ساگر و نصرت الله وحدت. نصرت الله وحدت در دیالوگ نویسی بسیار بسیار کارش درخشان بود. دیالوگ هایی که شما در فیلم ها میبینید واقعا خنداندن مردم ایران رو میگم بسیار سخت بوده و هست و این جزء فرهنگ ما هست که نمیخواهیم بخندیم. چرا؟ برای اینکه ما همیشه اگر فرهنگمون رو نگاه بکنیم تاریخ هایی که داریم بیشتر وفاته تا تولد و جشن و باید بشینیم تو سرمون بزنیم، گریه و زاری کنیم، غم و به زندگی که زندگی بسیار زودگذری است راه بدیم تا خودمون رو به قولی راحت کنیم و ارضا کنیم. و برای خندیدن بسیار سخت هست که مردم ایران بخندند، اما نصرت الله وحدت جز کسانی بود که توانست با دیالوگ‌های بسیار قشنگش مردم رو به وجد و به خنده و شادی بیاره. و تمامی فیلم هایی که حتی کسان دیگری کارگردانی فیلم ها رو به عهده داشتن از دیالوگ نویسی نصرت الله وحدت کمک می گرفتن که بتونن فیلمشون رو به صورت زیباتر و قشنگتر و خنددارتری بسازند. بر تقدیر نصرت الله وحدت در تهران باقی می مونه و با تعریف از سوی مردم و تهیه کنندگان دعوت میشه که به سینما ادامه بده. نصرت الله وحدت بسیاری از فیلم‌های خودش را از جمله 43 فیلمی که تهیه کرد، یا بهتر بگم بازی کرد، اکثر اون فیلم‌ها رو خودش کارگردانی و بازی کرده و در خورشید می‌درخشد اولین فیلمی بود که او بازی میکرد، اما در مقام بازیگر و در مقام دیالوگ نویسی این فیلم. نصرت الله وحدت نقش جدی بازی کرد. همونطور که شاهد بودید شهین یکی از هنرمندان بسیار معروف زمان خودش بود و رحیم روشنیان دیگر کاراکتری که در این فیلم شما شاهد بودید. بعد از این فیلم وحدت به کارش در سینما ایران ادامه داد و با بازی فیلم عروس فرنگی توانست یک جهش دیگری رو در بازار فیلم‌های ایرانی به وجود بیاره. فیلم عروس فرنگی توانست در چندین فستیوال جایزه بگیره و به عنوان یک فیلم بومی و یک فیلم مردمی انتخاب شده بود. جالب این است که در این فیلم برای اولین بار نصرت الله وحدت از پوری بنایی دعوت میکنه تا به کار هنرپیشگی اشتغال پیدا کنه و علاقه پوری بنایی به همین ترتیب در کارنامه کاری او دیده شد که در این کار توانست موفق باشه و در چندین و چند فیلم تا قبل از سال 79 بازی کنه. فیلم عروس فرنگی که مدیر فیلم برداری و مونتاژ اون با عموی من زنده‌یاد شکرالله رفیعی بود و تهیه کنندگان شکرالله رفیعی و نصرت الله وحدت، و این فیلم توانست بسیار بدرخشه به طوری که شاه فقید ایران دعوت شد و در افتتاحیه این فیلم شرکت کرد. و از اون به بعد خدمتتون عرض کنم زمانی که شاه فقید به نوشهر می رفتن در کاخ خصوصی خودشون دعوت می شد که فیلم های نصرت الله وحدت در شبهایی که در نوشهر خانواده سلطنتی جمع می شدن این فیلم ها به نمایش گذاشته بشه و شاه فقید ایران و
شهبانو فرح علاقه بسیار زیادی به فیلم های نصرت الله وحدت و ارحام سعد داشتند و بسیارم لذت می بردم، چرا که صحبت های اونها، فیلم های اونها فیلم های مردمی بود و درش هم انتقاد هایی که دیده می شد قطعا به دل می نشست. فیلم عروس فرنگی یکی دیگر از فیلم هایی است که جزء فیلم های کلاسیک ایرانی بسیار بسیار مورد تحسین قرار گرفته و در هر زمانی که نگاه می کنیم می بینیم زبانش زبان مردمی است. بعد از این فیلم نصرت الله وحدت به عنوان یک هنرپیشه موفق کمدی توانست تا سال 79 کارش رو با درخشش بسیاری ادامه بده. نصرت الله وحدت فیلم هایی که می ساخت همونطور که گفتم فیلم های مردمی بود و از قلوب مردم سرچشمه گرفته می شد و طنزها و دیالوگ ها و صحنه هایی که گذاشته می شد همه و همه درش پیام بود و به همین دلیل جز هنرمندان و هنرپیشه های بسیار پرکار بود. نصرت الله وحدت چندین بار به آمریکا آمد. نصرت الله وحدت صاحب دو پسر مسعود و سعید هست و دختران صاحب سه دختر زهره، شهره و شهرزاد و هر کدوم از اینها توانستند بسیار بسیار در زندگیشون موفق باشن و از اونجایی که من با سعید وحدت همسال هستیم، هم سن و سال و در یک شب به دنیا آمدیم، خیلی جالبه که در یک شب وحدت و پدر من هر دو صاحب فرزند میشن و اون هم پسر و عکسی که ملاحظه میکنید عکسی است از زنده یاد نصرت الله وحدت، زنده یاد همسر نازنینش فروغ وحدت یا فروغ رجایی، مسعود که یک دکتر هست، زهره عزیز، سعید، شهره و شهرزاد و خب این دوستی خانوادگی ما همچنان ادامه پیدا کرد به اقتضای کار و به اقتضای اینکه از نظر خانوادگی بسیار ما صمیمی بودیم، به طوری که پدر من رو عمو و من نصرت الله وحدت رو و خانواده من عمو صدا می کردیم تا آخرین روز. من دیروز هر کاری کردم که بیام در مقابل دوربین صحبت کنم راجع به این فاجعه بزرگی که پیش آمد، چون سن نمیتونه نقش داشته باشه. درسته که نصرت الله وحدت در سن 95 سالگی از میان ما رفت و همین چه هفته قبل هم من تولدی رو در تلویزیون امید ایران برای او برپا کردم و برنامه ویژه‌ای رو اجرا کردم، اما عزیز همیشه عزیزه و هر چه کردم دیروز نتونستم که بتونم برنامه‌ام رو اجرا کنم و برنامه من تکرار بود دیروز و امروز قسم خوردم که بتونم احساسم رو کنترل کنم تا بتونم این برنامه رو اجرا کنم. چرا؟ برای اینکه دوران بچگی من با سعید وحدت صحبت میکردم، سعیدم یک برادر من هست در اصل، با هم که صحبت میکردیم گفتم دوران بچگی ما خیلی فرق داشته با دوران بچگی بسیاری از کسان دیگر و ما دوران بچگی و دوران نوجوانی بسیاری داشتیم و خوشحالم که در طول این چند سالی که ما در غربت بودیم شانس دیدن عموی عزیزم نصرت الله وحدت رو داشتیم و هر سال او به آمریکا می اومد برای دیدار فرزندش و دیدار دوستانش از جمله پدر من. وقتی که پدر من رفت یک روز با هم دیگه رفتیم بر سر مزار پدرم و بعد از این که
در اونجا چند دقیقه ایستادیم. نصرت الله وحدت فقط یک کلمه گفت: این آخرین باری است که من به آمریکا میام، چون دیگه در آمریکا کاری ندارم. و همینم شد. و بعد از اون دیگر ما نصرت الله وحدت رو ندیدیم. عکسی که نگاه میکنید یک عکس تاریخی هست از نصرت الله وحدت. اگر اون عکس رو نشون میدید ممنون میشم. بله، این عکسی است از نصرت الله وحدت به خاطر زلزله‌ای که در یکی از شهرهای ایران آمده بود. نصرت الله وحدت به میان مردم رفت و پول جمع‌آوری کرد برای زلزله زدگان. فکر میکنم بوئین زهرا بود. و این یک عکس تاریخی است که نشاندار مسئولیت یک هنرمند که وقتی که شرافت کاریش رو داره این چنین عمل میکنه. آن چیزی که ما امروز از سوی هنرمندان به خصوص خوانندگانمون سوپرستارامون دیدیم، در بالای صحنه قربون صدقه مردم بود و در پایین صحنه فقط گرفتن پول برنامه اون شب. اما بسیاری از هنرمندان قدیمی ما از جمله فردین، وحدت، بهروز وثوقی، خدای شلا همیشه نگهدارش باشه، ما فداکاری های بسیاری دیدیم. زمانی که یکی از تهیه کنندگان که فیلم در رابطه با وحدت بخوام صحبت بکنم، ضرر کرد فیلمش، چند فیلمی که ساخته بود نتونسته بود گیشه خوبی داشته باشه، نصرت الله وحدت حاضر شد که بره و مجانا در اون فیلم بازی کنه. این کار رو بهروز وثوقی هم کرد. بعد از فیلم بابا شمل بهروز وثوقی رفت فیلم دشنه رو بازی کرد که کمکی باشه برای پرداخت بدهی تهیه کننده اون فیلم، چون بابا شمل ضرر کرد. به هر حال اینا تاریخ سینمای ایرانه و شاید من و تنی چند دیگر باقی مونیم، و اونم به خاطر اینکه من از سن نوجوانی از 4-5 سالگی در سینما ایران بودم و با همه اینها بزرگ شدم و تاریخچه زندگی همه اونها رو در تمامی راه‌ها و فعالیت‌هایی که داشتم به یاد دارم. و نصرت الله وحدت یکی از کسانی بود که همه دوست داشتن با او کار کنن. زنده یاد میری، شیراندامی، آرمان، بسیاری از جمله خود آقای ارهام سعد که اینها با هم به قول معروف لاوی داوی بودن، بسیار دوستان دوران بچگی بودن و بعد از مدتی هم در چند فیلم بازی کردن که همه اون فیلم هایی که نصرت الله وحدت و ارهام سعد به اشتراک با هم بازی کرده بودن، مدیر فیلم برداریش پدر من بود و در سینما ایران می گفتن سه تفنگ دار. و اینم یکی از خاطرات من بود که هیچ وقت فراموش نمیشه. بله، نصرت الله وحدت بارها به آمریکا آمد، در چندین نمایشنامه بازی کرد و خب دیداری هم بود با او و خاطرات بسیاری خانوادگی. و این شانس رو پیدا کردم که تنها تلویزیونی باشم که با او به گفتگو بنشینم. نگاهی میکنیم به مصاحبه من با عموی عزیزم، زنده یاد نصرت الله وحدت. آقای وحدت، خیلی خیلی به برنامه ما خوش آمدید و از طرفی خواهش میکنم، از طرفی برای من افتخاری است که در کنار شما باشم و گفتگوی با شما داشته باشم بدون تعارف و خودمونی، چرا که شما برای من جز یکی از بهترین ها هستید. آقای وحدت، چی شد که به دنیای سینما و تئاتر راه پیدا کردید؟ اول جواب شما رو بدم یا اول چای رو بخورم؟ هر دو تکار رو با هم بگیرم. عجبه. من از 16 سالگی رو صحنه تئاتر بودم. حالا نمیدونم قبل از 16 سالگی از چه زمانی علاقه داشتم. در تا 16 سالگی رو به یاد دارید؟ من 16 سالم بود که رو صحنه تئاتر بودم. مدرسه میرفتم و یادم که بین فواصل پرده ها حتی میبادم و
دروس فردامو از حفظ میکردم تا این حد یادمه که اون زمان من محصل بودم و هنرپیشم بودم. ناصر فرهمند وقتی تئاتر رو ایجاد کرد در اصفهان، من یکی از روزا داشتم میرفتم از مدرسه میدم طرف خونه میدفعه دیدم که تو چهارباغ جمع شدم هنرپیشه میپذیریم. من فورا رفتم دیگه بدون اینکه اصلا قبلا تلفنی بزنم وقت بگیرم رفتم تو دم ناصر فرهمند داره با یه عده از هنرپیشا داره کار میکنه. گفت چی کار داری؟ گفتم اومدم هنرپیشه بشم. یه نگاه به سرمان گفت بشه اونجا. من نشستم فهمیدم که دارن تمرین یه تئاتر رو میکنن. یه عده از هنرپیشا بودن و چند روز من رفتم توی جلسه نشستم تا یه روز گفت خب تو یه رول داری و آزمایش از من کرد و مثل اینکه فهمید میتونم اجرا بکنم. البته رول من رولی بود که سر تا سر نمایش بودم ولی حرف نداشتم و گفت اگه بخوای حرف بزنیم از تئاتر بیرونت میکنم، یه قرب چای بخورم بعد داخل. شما میتونم داشته باشم به خاطر اینکه شما جز معدود هنرمندانی هستید که در سینما از تئاتر به سینما آمدید. فرق سینما با تئاتر چی هستش؟ من فرق سینما و تئاتر تو اون حدی که من برای یک بازیگر میدونم و البته احساس هم اینه، یه هنرپیشه روی صحنه تئاتر زندگی میکنه ولی جلو دوربین فیلمبرداری بازی میکنه. یعنی در سینما آدم بازی میکنه ولی روی صحنه تئاتر زندگی میکنه. شما یک کمدین واقعی و محبوب سینما و تئاتر ایران هستید بدون تعارف. خندوندن مردم تا چه اندازه سخت و یا آسون های وعدند؟ والا هنر خندوندن خیلی مشکله. این همه ازهان دارن هنر خندوندن مشکل تر از هنر گریوندنه و یه کمدین یه هنرپیشه کمدی باید خیلی مراحل طی بکنه تا بتونه عنوان یه هنرپیشه کمدی یا یه کمدین معرفی بشه. من کار خودمو واقعا مرهون زحمات ناصر فرهمند و استاد رجایی میدونم و یکی هم عشق و علاقه عجیبی که به دیدن فیلم های سینمایی داشتم و اون دیدن فیلم کمک میکرد در کار یاد گرفتن کارهای کمیک و طنز. آقای وزد، شما ماها در آمریکا زندگی کردید و با جامعه ایرانی در خارج از کشور به خصوص در آمریکا آشنایی نزدیک دارید و خب در ایران هم زندگی میکنید. جامعه ایرانی در خارج از کشور به خصوص در آمریکا رو چطور میبینید؟ بدون تعارف و بدون سانسور. من سال قبل که اومدم و امسال هم باز اومدم، من خب ضمن خوشبشی که مرتب هموطنم از من تو خیابون این طرف اون طرف هر کجا میکردم ولی میفهمیدم و فهمیدم جامعه ایرانی در خارج هیچ انسجامی ندارن، همبستگی ندارن. حالا به خاطر مشغله زیاد، به خاطر بیزینس های زیاد، به قول شما به خاطر کار زیاد که صبح توشون میرن دوباره پیدا کردن دلار و زندگی و به اصطلاح اینا، من هیچ انسجام و همبستگی بینشون ندیدم. ولی خب عرق ایرانیگری خودشونو، عرق ملیگری خودشونو هیچ وقت از دست ندادن. به همین دلیل که من حتی چند روز پیش که شاهد مسابقات فوتبال ایران بودم با
کره شمالی و ژاپن و همچنین عراق احساسات عجیب و غریب هموطنامو میدیدم و میدیدم چه میکردم به خاطر موفقیت فوتبالیست و بازیکنهای ایرانی. بله. حتی در حال که خودم واقعا از ذوقم اشک اومده تو چشمام، میدیدم که تو رادیو تو تلویزیون جدانندگان چه میکنن به خاطر اینکه ایرانی ها موفق بشن، هموطنان ما موفق بشن، فوتبالیست ها موفق بشن، همه واقعا دست جمعی امیدوار بودن که موفق بشن. آیا حتی خود مردم داخل ایران روابط شما هم چجوری هست؟ والا رابطه مثل سابق، مثل همیشه، البته به جز 8 سال جنگی که در ایران بود با عراق، بقیه سالا مخصوصا سالای اخیر دیگه اصلا رابط همیشه خوب، همیشه همون دوستی ها، محبت ها، دیدن همدیگه مثل همیشه پا برجاست، چه روزای تعطیلی چه فرض بکنیم وقتای دیگه، مهمونی ها هستش، گردش ها هستش. که تصمیم گرفتید به آمریکا بیاید و همچنین نمایشنامه رو به روی صحنه ببرید؟ خب تصمیم من اولا دیدن بچه هم بود که اینجا بودن و زمینی که من 4-5 ماه قبل بود از طرف یکی از انجمنهای فرهنگی در آلمان من دعوت شدم برم یه تئاتر کمدی رو اجرا کنم و رفتم اجرا کردم در 9 تا شهرهای آلمان اجرا کردم و خوشبختانه از طرف هموطنانم خیلی موفق بود و خیلی استقبال شد. اینکه رفتم ایران و وقتی میخواستم بیام آمریکا برای دفعه دوم بیام بچه هم ببینم، اون نمایشنامه رو با خودم آوردم و چون هموطنم اینجا بیش از حد هم سال قبل هم به امسال از من خواسته بودن که یک کار تئاتری اجرا بکنم، منم این نمایشنامه رو آوردم و با دعوت یه از دوستان هنرمندم که در لس آنجلس هستن این پیس رو الان تقریبا 3 ماه من دارم تمرین میکنم که هفته آینده یعنی 7 نوامبر من میارمش روی صحنه. امیدوارم که موفق باشم. حتما خواهد بود. کلافه سردرگم بله، حالا اسمش شما یادتون کلافه سردرگم. بله اسم نمیدونم شما هتون چیه؟ اسم نمیدونم شما نمیدونید؟ منم نمیدونم. کلافه سردرگم دیگه. کلافه سردرگم یعنی چی؟ کلافه سردرگم یعنی هفته یعنی میرید دمی در تا یه دونه بلیت میخریم اونگاه تشریم میریم تا آقا میبینیم میبینیم این کلاب سردرگم یعنی چه. نصرت الله وحدت هم رفت، اما امیدواریم یک روز شاهد وحدت ملت ایران باشیم. چرا؟ آنچه را که نصرت الله وحدت خواهانش بود شادی مردم بود، با هم بودن مردم بود، اتحاد مردم بود، همانا که اسم او وحدت بود. و شاید این بار ما به واقع شاهد وحدت ملت ایران باشیم. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را در غرق باور نوشت، قصه ها را با قصه دیگر نوشت. با امید درودی دیگر، بدرود.